سرخط خبرها. به اموال عمومی حمله کردند، به اموال مردم دست اندازی کردند، خسارت وارد کردند. بدانند و اربابان اینها هم بدانند مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود. واکنش مقام های ایران به اعتراض ها، رئیس قوه قضاییه کسانی را که به اموال عمومی آسیب برسانند تهدید کرد. امام جمعه تهران قطع اینترنت را ستود. تأثیر گرانی بنزین بر حمل و نقل عمومی، رئیس شورای شهر تهران از افزایش 15% تا 20% مسافران خبر داده. برگزاری فوتبال زیر سایه جو امنیتی، پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان به مسافه هم رفتند. و اتهام سوء استفاده مالی به نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید پلیس و دستگاه قضایی به دنبال کودتا هستند. سلام بر شما، به این برنامه خبری زنده خوش آمدید. جمعه اول آذر یا ماه قوس 1398 برابر با 22 نوامبر 2019. با گذشت یک هفته از اعتراضات خونین در ایران، از شمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیر شدگان آمار دقیقی وجود ندارد. سازمان عفو بین الملل برآورد کرده که تا روز سه‌شنبه بیشتر از 100 نفر در 21 شهر کشته شدند. اینترنت از دیروز آهسته آهسته در بعضی از نقاط ایران وصل شده، ولی فقط به شکل محدود و تا حد 15%. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته که مجازاتی سخت در انتظار کسانی است که در جامعه ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، هم از مقام‌های حکومتی خواسته تا در اتصال دوباره اینترنت عجله نکنند. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. ایران هفته‌ای سیاه را پشت سر گذاشت. هفته‌ای که در آتش خشم قیمت بنزین سوخت، شعارهایی که در مخالفت با نظام سر داده شد و جوانهایی که به امید دگرگونی شرایط موجود کف خیابان از دست رفتند. اینجا ستارخانه تهران است، تقاطع خسرو. درگیری و التهاب در کف خیابان. یک چیز مشخص است، گسل اختلاف میان مردم و حاکمیت بیشتر شده. معترضان اصرار دارند سرکوب حاکمیت بیشتر بوده. حاکمیت میگوید معترضان آشوبگر هستند. ضرب اعتراض ها طوری است که دو طرف غافل گیر شدند. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی روی به ادبیات جنگ آورد. او میگوید خیال کردند عملیات فروغ جاویدان دو را کلید زدند، ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرساد دو کلید خورده است. اشاره آقای آشنا به عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق در اواخر جنگ ایران و عراق است که با ضد حمله نیروهای مسلح ایران در عملیات مرساد به شکست انجامید. به فاصله کوتاهی بعد از عملیات فروغ جاویدان، اعدام دست جمعی زندانیان سازمان مجاهدین خلق و برخی گروه‌های سیاسی دیگر در زندان‌های ایران شروع شد. بازگشت به ادبیات سه دهه پیش. هم آنانی که از فضای خواسته‌های مردم سوء استفاده کردند، از فضای دغدغه مردم سوء استفاده کردند، در جامعه اغتشاش کردند، ناامنی ایجاد کردند، دل زن و بچه مردم رو لرزوندند، به اموال عمومی حمله کردند، به اموال مردم دست اندازی کردند، خسارت وارد کردند. بدانند و اربابان اینها هم بدانند مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود. عصبانیت مقام های ایرانی از معترضان یا به قول خودشان اغتشاشگران یک طرف، خشم آنها از موضع گیری غربی ها طرف دیگر، از جمله آمریکا. براین هوک،
دیروز با بی بی سی فارسی حرف زد. بله، ما بسیار خوشدود هستیم از اعتراضاتی که در ایران داره رخ میده. این شروعش اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین بود، اما خیلی سریع تبدیل شد به اعتراضات ضد حکومتی. برای این همین هستش که حکومت بیش از 1000 نفر از مردم خودش رو کش. این حکومت به مردم خودش اعتماد نداره. گفته‌های در راستای آن چیزی که تندروها در ایران می‌خواهند. این حرف‌های امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه، پرقدرت‌ترین تریبون نظام. خودشون میگن 3 سال برنامه‌ریزی کرده بودند، آدم‌هاشون رو در خارج آموزش داده بودند، در داخل آموزش داده بودند. قارون منطقه، گاو شیرده ترامپ عربستان، پولاش رو خرج کرد در این آشوب‌ها، رسانه در اختیارشون قرار داد، هر کاری تونستن کردن. اما والذین کفروا هم المکیدون، خدا همه توطئه‌هاشون رو خونسا کرد. این جز عنایت خدا نیست. یک هفته از نارامی ها می گذرد. اینترنت با سکته ناقص و یک هفته ای آرام آرام به طور محدود برگشته. وخامت اوضاع کم کم در حال آشکار شدن است. دیروز دونالد ترامپ سکوتش را شکست بعد از یک هفته. ایران چنان بی‌ثبات شده که رژیم کل سیستم اینترنت را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند درباره خشونت بزرگی که در کشور رخ می دهد صحبت کنند. آنها شفافیتی در حد صفر می‌خواهند. فکر می‌کنند که جهان از مرگ و فجایعی که حکومت ایران مسبب آن است مطلع نخواهد شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند اتفاقی که در 7 روز اخیر افتاده پدیده عجیب و جدیدی بود که یک دفعه کل ایران را فرا گرفت. یکی از آنها حوادث هفته اخیر را به جنگ جهانی تمام‌عیار علیه نظام و انقلاب می‌داند. او می‌گوید خدا نظام را نجات داده. فعلا صورت مسئله حذف شده. هنوز راه حلی برای این مشکل عمیق در کار نیست. مرصاد کوهن روز بی بی سی. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ماست. آقای ناور حقیقی، حکومت از عهده اعتراض‌ها بر اومده؟ با سلام خدمت شما بینندگان. به هر حال در مورد مدیریت کنترل خیابان‌ها رو به عهده گرفته، تونسته اعتراضات خیابانی رو متوقف کنه و مسائلش رو در به طور موقت حل کنه، ولی موضوع رو به طور استراتژیک نتونسته حل کنه، برای اینکه این اعتراضات خیابانی برآمده از خشم، ناامیدی و استیصال کسانی است که از جنبه اقتصادی راه حلی ندارن. سیستم در مدیریت منابع اقتصادیش توانایی حل موضوع رو نداره و نتونسته تمام منابع اقتصادی کشور رو در خدمت توسعه انجام بده. در مورد مسائل تنش‌زدایی، مسائل رابطه تنظیم قدرت‌های بزرگ که یکی از دلایل در حقیقت ایجاد اختلال در روابط اقتصادی است، اونجا خوب عمل نکرده و از جنبه حکمرانی و کارآمدی و گروه های اجتماعی رو وصل کردن به منابع قدرت، اون هم دچار اشکال شده. در نتیجه در چنین وضعیتی از لحاظ استراتژیک جمهوری اسلامی تونسته خیابون رو کنترل کنه، ولی به نظر من در دراز مدت یک ضربه جدی به مشروعیت و همچنین در مورد چشم‌اندازهای آینده حکومت و مسائل مربوط به دوران جانشینی ایجاد شده. مضافاً به این که در مجموع میشه گفت بازی باخت باخت هست برای جمهوری اسلامی، برای اینکه هزینه هایی که همین الان ایجاد شده از جنبه اقتصادی، از جنبه اجتماعی، تصویر ایران در نظام بین المللی بیش از صرف جویی است که در قیمت بنزین خواهند کرد. و از طرف دیگه هم نکته‌ای که باید توجه کرد این هست که با توجه به اینکه ماها در مورد این موضوع بحث شده بود، ولی علارغم این سیستم از لحاظ آمادگی، نیروهای انتظام از لحاظ آمادگی که منابع و بانک‌ها و اینا مورد آسیب قرار نگیرن و تامین امنیت دچار مشکل بودن. این هم مسئله است که با توجه به این همه هزینه و این همه آمادگی چطوری همچین اتفاق افتاده. بنابراین در مجموع میشه گفت یه بازی باخت باخت شروع کردن که هم دولت و هم حاکمیت باهاش
روبرو شدن و اگر تغییر بازی ندن جامعه و حکومت دچار مشکلات جدی خواهد شد. باخت با باخت فرق میکنه، چقدر از نظر شما این باخت سنگین و با پیامد برای حاکمیت؟ ببینید باخت حاکمیت از این بابت در یک بخش شکاف میان حکومت و دولت افزایش پیدا میکنه. نکته اول که خواهید دید بی اعتمادی جامعه به خصوص دولت روحانی افزایش پیدا کرده در این فضا. سوم این که مسئله افزایش قیمت بنزین در به طور موقت میتونه نیازهای سیستم برای کنترل مصرف و فروش بنزین رو به خارج پر کنه، ولی به طور دراز مدت دوباره این مسائل برمیگرده تجربه دوره آقای احمدی نژاد. و مسئله قاچاق سوخت هم با توجه به اینکه هنوز شکاف قیمتی هست ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله کلیدی هست این که سیستم تا دولت آقای روحانی نتونه مسئله فساد رو در سیستم روی میز بذاره، منابع دیگه بیرون سیستم مثل ستاد اجرای آستان خصوص وارد زمین نکنه و مردم اعتماد کنن که واقعا سیستم داره از تمام منابعش استفاده میکنه برای پیشبرد کارش، قطعا ما دچار مشکل خواهند شد و این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. از این بابت روحانی، بله به آقای روحانی اشاره کردید، میدونیم که مسئولیت بالا رفتن قیمت بنزین تا حد زیادی از نظر بسیاری متوجه سطحی بالاتر هست. آقای خامنه‌ای هم مسئولیتش رو گویا بر عهده گرفته. آنچه که تا اینجا رخ داد تا چه اندازه اعتبار، مشروعیت و همینطور اقتدار آیت الله خامنه‌ای رو به چالش کشید؟ کل حکومت دچار چالش شد برای اینکه هم بی اعتمادی میان مردم و حکومت رو افزایش داد، هم حکومت نشون داد که در مقابله با بحرانی که از مدت‌ها قبل آمادگیش وجود داشت نمیتونست خشونت کنترل شده رو به کار ببره، خشونت غیر ضروری به کار برد در مقابله با بسیاری از این صحنه‌ها رو اگه می‌بینید با خیلی کمتر از اینی که کسی کشته بشه میتونستن صحنه رو کنترل کنن و با اینکه آمادگی وجود داشت دستپاچه شدن، اشتباه محاسباتی کردن در مورد واکنش جامعه و این نشون میده که خشم عمومی، استیصال و بی آیندگی در میان جوانان و نیروهای فعال اجتماعی مهمترین عنصری است که میتونه سیستم با بحران‌های جدی در آینده بیفته. سپاسگزارم از علیرضا نامور، حقیقی تلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما. و اما در محدودیت اینترنت و نداشتن تصویری روشن از ایران، هر از گاهی به بیننده ها و به مخاطبان خودمون مراجعه میکنیم، گاهی اونها با تلفن به استودیوی ما متصل هستن. از جمله همین الان خانم مهتاب از اصفهان با ما هستن. خانم مهتاب، اگر در مورد فضای اطراف خودتون بگید و اینکه بالاخره شرایط به حالت عادی بازگشته یا نه. سلام. از نظر اینکه شرایط به حالت عادی برگشته، خب شهر الان آرومه، یعنی دیگه اون فضایی که حالا آتیش و پرالتهاب بود و مردم در واقع حالا فریاد می‌زدن و شعار می‌دادن اینا، نه وجود نداره. ولی خب اینترنت قطع رو فضای رو در واقع فضای کاری اثر گذاشته. ما خودمون شرکتی که داریم کار میکنیم، خب روی کارهایی که انجام میدیم سرعت مبادله در واقع اطلاعات و شیر کردن و اینا سخت شده. من خودم کارم در طور مستقیم با اینترنت، یعنی بدون اینترنت نمیتونم کار بکنم چون کارم ریسرچ. خب اینا همش تاثیری که در واقع نبود اینترنت روی کار کلن روی کسب و کارا گذاشته، از جمله خب کار خود من. اصلا اگر اینترنت نباشه من عملا بیکارم، یعنی حالا اگر هر چقدرم کار بخوام برای خودم جور بکنم در عمل در واقع اون بازدهی رو ندارم. و خب اگر اینترنت رو بخواد قطع بشه، حداقل من یکی دیگه کاری ندارم توی ایران. اگر همین قطع اینترنت ادامه پیدا کنه، علاوه بر موضوع سوخت و بنزین، ممکن هست که این یکی هم تبدیل به یک مشکل دیگه بشه، یک عامل نارضایتی دیگه بشه؟ بله مسلماً همین اتفاق میفته. الان اگر هر کسی در واقع هیچ چیز در واقع اعتراض اینم نمی کنه، به خاطر اینکه امیدوارن که این اینترنت وصل بشه. ولی من خودم واقعا دیگه تعاملم تموم شده.
حالا میگم تعاملم تموم شده، مثلا دیگه حالا تا دو سه روز اول هیچ تماسی با در واقع اون شرکت خدمات دهنده نمیگرفتم که بخوام، چون میدونم خب شرایط چیه، ولی الان از اون دو روزه که خب مرتب زنگ میزنم ازشون میخوام که این اینترنت واقعا داره زندگی منو در همه چیزایی که در نظر بگیریم داره مختل میکنه، چون اصلا ما خیلی وابسته به اینترنت شدیم، غیر از اون کار منو داره مختل میکنه. من خودم مرتب زنگ با اونجا میدونم که به مخابرات و در حالا به اون شرکت سرویس دهنده ربطی پیدا نمیکنه. خانم مهتاب ببخشید وقتمون خیلی کمه، که من بتونم بگوشم. بله خیلی معذرت میخوام، خیلی کوتاه، تا چه اندازه شاهد تخریب هستید در اطرافتون، یا تا چه اندازه شاهد آن چیزی که از درگیری ها و خشونت ها به جا مونده؟ خیلی خب در واقع وسیع بود، مخصوصا توی یک سمت شهر که خیلی وحشتناک بود، یعنی پمپ بنزین ها رو سوزونده بودن خیلی هاشو، حالا شاید خاکستر نکرده بودن، ولی خب خیلی یاش واقعا سوخته بود، یه کاره ای نداره. بانک ها همینطور خیلی سوختن. من اون شبی که اعتراضا بود نتونستم برم خونه، چون من محل کارم یه طرف شهره، خونم یه طرف شهر، راه همه بسته بود. و اینکه خب خیلی ها می دیدم که حتی مجبورشم اون شب خونه دوستم بخوابم. کسایی رو می‌دیدم که اون سمت شهر میگه من از این سمت شهر تا این سمت شهر حدود 6 ساعت فقط پیاده روی کرده بود. خب کلا در واقع زندگی مختل شده بود اون روز. ولی خب حالا این کدوم طرف ماجرای خشونت رو شروع کرده که باعث این در واقع حجم خراب شده، اون باید در مورد صحبت بشه. ممنونم از خانم مهتاب از اصفهان. رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که با توجه به سهمیه بندی بنزین 15-20% به تعداد مسافران وسایل حمل و نقل عمومی اضافه شده. محسن هاشمی گفته افزایش نرخ سوخت تأثیر مستقیمی بر حمل و نقل عمومی تهران دارد. تهران تا قبل از سهمیه بندی بنزین هم با مشکل کمبود و فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی روبرو بود. ولی حالا با توجه به گفته رئیس شورای شهر، آیا ناوگان حمل و نقل عمومی تهران توان خدمات رسانی به این تعداد از مسافر اضافه را دارد؟ مهدی بیگی گزارش میدهد. بنزین گران شده و خواسته یا ناخواسته عده زیادی از مردم مجبورند راحتی ماشین شخصی یا حتی تاکسی و اسنپ و تپسی را رها کنند و با اتوبوس و مترو رفت آمد کنند. و البته از این به بعد با کمی فشار و معطلی بیشتر. رئیس شورای شهر تهران میگوید 15-20% به تعداد مسافران حمل و نقل عمومی تهران اضافه شده. محسن هاشمی میگوید با اینکه تمام ناوگان حمل و نقل عمومی برای سرویس دهی بهتر و سریع فعال شده، اما با توجه به سهمیه بندی بنزین استقبال مردم از مترو و اتوبوس هم بیشتر شده. این در حالی است که شهرداری تهران توان افزایش ناوگان را ندارد. این یعنی اینکه با داشته ها باید ساخت. اما حمل و نقل عمومی تهران چه دارد؟ متروی تهران در حال حاضر 7 خط و 125 ایستگاه دارد. هرچند برخی خطوط کامل نیستند، اما با این حال فعال شدند. خط 1، 2 و 4 از جمله خطوط قدیمی هستند که تقریباً تکمیل شدند و بیشترین حجم مسافران را در طول روز جابجا می کنند. محسن هاشمی می گوید در حال حاضر بیش از 1000 واگن مترو فعال است و بیش از 30% یا 300 تای آنها نیاز به تعمیر دارد. واگن خراب و فرسوده یعنی خرابی ناگهانی و تأخیر و ناراحتی مسافران. میماند 700 واگن که تا قبل از سهمیه بندی بنزین 2.5 میلیون نفر را جابجا می کردند. جمعیت تهران در روز بین 12-13 میلیون نفر و در شب حدود 9 میلیون نفر برآورد شده. حالا با گران شدن بنزین متروها شلوغ‌تر هم می‌شوند. رئیس شورای شهر می‌گوید باید برای مترو فکری اساسی کرد. اما چه فکری؟ وضعیت اتوبوسرانی شهری هم چندان مناسب نیست. رئیس شورای شهر تهران می‌گوید در 10 سال گذشته 7000 اتوبوس در تهران کار می‌کرده، اما به جای آنکه مطابق برنامه ناوگان اتوبوسرانی این تعداد افزایش پیدا کند، 1000 تا هم کمتر شده.
محسن هاشمی گفته عمر اتوبوس ها از 5 سال به 11 سال رسیده. نیمی از ناوگان فعلی اتوبوسرانی تهران فرسوده است و روزانه بیش از 300 مورد توقف ناشی از خرابی اتوبوس در تهران رخ می‌دهد. در این حال و هوای شلوغ هر بار که نرخ بنزین زیاد می شود، صحبت‌ها در مورد بهتر کردن و توسعه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ هم داغ می شود. پیروز هناچی شهردار تهران از معاونت حمل و نقل و ترافیک خواسته تا از حد اکثر توان خود برای خدمات رسانی استفاده کند. اما با آمارهایی که امروز رئیس شورای شهر تهران داد به نظر نمی رسد ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت حتی با بکارگیری توان حد اکثری خود توان جابجایی مسافران اضافه شده در پی افزایش قیمت بنزین را داشته باشد. مهدی بیگی، بی بی سی. در حالی که 4 مسابقه این هفته لیگ برتر فوتبال ایران عقب افتادن، امروز تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در استادیوم آزادی تهران به میدان رفتن. این مسابقه ابتدا به دلیل نفروختن بلیت اینترنتی لغو شده بود، ولی بعد تصمیم گرفته شد که طبق برنامه قبلی برگزار بشه. از سعید پورمحمودی خبرنگار ورزشی در استانبول پرسیدم که برگزاری این بازی به معنای این است که شرایط به حالت عادی بازگشته، با این توضیح که بازی با نتیجه 1-0 به نفع نفت مسجد سلیمان تموم شد. ببینید اگر اینطور باشه که خب برها باید الان اینترنت وصل شده باشه و یا مثلا در مورد سایر بازی های هفته ما کاملا در جریان باشیم که بازی ها میخواد برگزار بشه یا نشه. مثلا به طور مثال بازی استقلال قرار هست که فردا در موردش تصمیم گیری بشه، اما اون چی که در مورد بازی امروز پرسپولیس میشه گفت، این بازی داره تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه و به نظر من به نوعی نشان دهنده این هستش که یک قدرت نمایی خواسته بکنه شورای تامین و بگه که اوضاع در تهران کاملا پایدار هست، ما هیچ ناآرامی در تهران نداریم و به همین دلیل هم بوده که بازی امروز پرسپولیس رو بسیار پر ریسک برگزار کردن. اونطوری که از خبرنگارانی که در ورزشگاه حضور دارن، حالا به سختی تونستیم باهاشون تماس بگیریم و بپرسیم، گفتن که چه در بیرون ورزشگاه چه در داخل ورزشگاه به وفور مامورای امنیتی دیده میشه، حتی از میزان تماشاگرانی که امروز به استادیوم اومدن هم بیشتر ماموران امنیتی وجود دارن و به نظر من هم همون در واقع واژه قدرت نمایی بیشتر صدق میکنه برای این بازی. و از طرفی هم ما میبینیم که این برگزار شدن یا نشدن و این سرگردانی که مربیان به هر حال همین دو تیم داشتن برای اینکه نمیدونستن بازی قرار است برگزار بشه یا نشه، تأثیر خودش رو حتی در این بازی هم گذاشت و ما تا این لحظه یک بازی بسیار سردی رو از دو تیم دیدیم. آقای پورمحمودی بودند که در این مورد توضیح دادن. سعید پورمحمودی خبرنگار ورزشی در استانبول. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی در ساعت‌های گذشته با ما تماس گرفتن و نظرهای خودشون رو درباره اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران گفتن که چند تایی از اونها رو با هم دیگه میشنویم. با این توضیح که شما هم میتونید با شماره‌های پیامگیر ما که روی صفحه تلویزیون خواهید دید تماس بگیرید و از مشاهدات خودتون بگید تا در برنامه‌های مختلف خبری پخش بشه. آقای روحانی با کلید تدبیرشون میخواستن که با گرانی بنزین کسری بودجهشون رو اصلاح کنن، در صورتی که این تصمیم غیر عقلایی و ناگهانی باعث شد که میلیاردها دلار به مملکت و به مردم گرسنه و فقیر و بی‌دفاع ملت ما آسیب وارد بشه. ایشون اگر واقعا قصد اصلاح بودجه رو داشتند و دارن، پولهایی رو که اختلاس و دزدی شده اینها رو به چرخه اقتصاد بازگردونن و حقوقهای نجومی رو که دارن به بعضی از مدیران نالایق پرداخت میکنن اینها رو جلوش رو بگیرن. ضمناً باید عرض کنم یارانه‌ای که آقای روحانی در نظر گرفتن که میخوان به مردم بدن برای اینکه فعلا در دهان مردم بسته بشه، یک مبلغ ناچیزی مثل قبلا که 40 تومن 45 تومن به هر فردی میدادن پرداخت میکنن، ولی در عوضش بنزین، غذا، دارو، همه چیز گران خواهد شد. من یه جوان ایرانیم، نه از آمریکا خط میگیرم، نه از اسرائیل، نه نمیدونم از پهلوی، نه از شبکه های خبری مثل خودتون، هیچ جا ما خط نمیگیریم، نه اشرارم نه اراذلم. من یه جوان ایرانیم که نسبت به شرایط اقتصادی، وضع معیشتی کشورم و خودم و خانواده‌ام اعتراض دارم. این تنها به گرونی بنزین بستگی نداره، واقعا تحت فشاریم ما، مخصوصا روزی که اینترنت رو قطع کردن دقیقا مثل زندانیم ما. حالا با یه وسعت بزرگتر، چون با کسی در ارتباط نباشیم، حتی با آشناهای خودمون تو شهرهای دیگه هم نمیتونیم راحت ارتباط برقرار کنیم، چه برسه به خارج از کشور. من نمیدونم کیا این که از اینا
حمایت میکنن. من تو تاکسی سر کار این طرف اون طرف با مردم که صحبت میکنن هیچکی رضایت نداره. و یه صحبت دیگه هم دارم با هنرمندا، ورزشکارا، آدمای سرشناس، ما انتظار داریم که از ما حمایت کنین. شما که شرایط کاری و وضع معیشتیتون خوبه، هر وقتم بخواین میتونین از ایران برین. ما چی؟ من که 27 سالمه چی؟ تمام فکر و ذکر و کارم اینه پولامو جمع کنم 5 سال 10 سال دیگه از این کشور بذارم برم. فکر نمیکنم بتونم. اگه شما هم برای تماس با بی بی سی فارسی با مشکلاتی روبرو هستید، میتونید با شماره پیامگیری جدید ما برای ما پیام بگذارید و از مشاهدات خودتون از اعتراضهای روزهای اخیر بگید. این شماره ما 0045-65-74-66-77. باز هم تکرار میکنم، همینطور هم که میبینید 0045-65-74-66-77. باید یادآوری بکنم که یک هفته از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران گذشته. یکی از فرماندهان بسیج اعتراضهای اخیر رو به جنگی جهانی علیه حکومت ایران توصیف کرده. وزیر ارتباطات ایران هم ضمن تایید برقراری اینترنت در بعضی از شهرها به شکلی محدود گفته که سایر نقاط هم با تصویب و ابلاغ شورای امنیت کشور به اینترنت متصل خواهند شد، ولی زمان دقیقی رو بیان نکرده. ما البته باز هم به این موضوع در طول روز برمیگردیم در برنامه‌های خبری بعدی و همینطور در همین برنامه خبری، ولی فعلا موضوعی از افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بازشماری آرای 22 ولایت پایین یافته و آرای تفتیش شده 17 ولایت به مرکز رسیده. مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند تا دو روز آینده روند بازشماری آرای 5 ولایت دیگر هم تکمیل خواهد شد. بعد از آنکه مخالفت تیم انتخاباتی ثبات همگرایی با بازشماری آرا باعث توقف شمارش آرا شد، کمیسیون انتخابات مذاکره با این تیم را شروع کرد که به گفته مسئولان کمیسیون این مذاکرات به زودی نتیجه خواهد داد. اما این تیم هنوز هم بر مواضع قبلیش تأکید دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صدور کیفرخواست علیه خود را کودتا توصیف کرده و گفته که در پلیس و دستگاه قضایی توطئه‌ای علیه او در جریان است. بنابر کیفرخواستی که عصر دیروز علیه آقای نتانیاهو اعلام شد، او متهم به رشوه دادن، سوء استفاده مالی و سلب اعتماد از دولته. مخالفان آقای نتانیاهو خواهان کنارگیری او شده اند، اما حزب او لیکود و احزاب متحدش او را بیگناه خوانده و خواهان ماندنش در قدرت شده اند. مهرداد فرهمند نگاهی کرده به این که این کیفرخواست چه بازتابی در آینده سیاسی آقای نتانیاهو خواهد داشت. نتانیاهو دارد پی در پی رکورد میشکند. طولانی ترین دوره حکومت رو در تاریخ اسرائیل داشته. حالا اولین کسی در اسرائیل شده که هم نخست وزیر است و هم رسما زیر پیگرد قضایی. همین بی سابقگی سردرگمی هم آفریده. مخالفان نتانیاهو در یافتن راهی قانونی برای کنار زدنش از قدرت به زحمت افتادند. دیوان عالی می تواند برکنارش کند، اما به نظر می رسد ترجیح می دهد این کار را به فشارهای سیاسی واگذارد و خود را قاطی این دعواها نکند. اسوی با صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو احتمال اینکه او و رقیبش بنیامین گانتز با مشارکت هم دولت تشکیل بدهند و اسرائیل را از بنبست خارج کنند تقریبا از میان رفته. به نظر می رسد امکان پذیرترین راه حل انتخابات تازه باشد که چند ماهی وقت می خواهد و بر عمر نخست وزیری نتانیاهو می افزاید. هرچه هم نتانیاهو بیشتر سر کار بماند، روند قضایی بیشتر طول می‌کشد. مگر اینکه متحدانش پشتش را خالی کنند. حزب لیکود تا به حال یک پارچه پشت نتانیاهو ایستاده. همه منتقدان نتانیاهو را قبلا از این حزب بیرون انداختند. مهمترین رقبای نتانیاهو هم همین کسانی‌اند که در لیکود رشد کردند و بعداً به خاطر نتانیاهو حزب را ترک کردند.